بفرمایید. میکروفونتون بازه. بخیر، صدای بنده رو داریم؟ وقتتون بخیر، صدای بنده رو دارید؟ آقای جوادی پور، صدای شما رو ما بسیار دوست عزیزی که میخواستن صحبت کنن، اگر صدای بنده رو دارید کنار میکروفونتون یک فلش هست، روی اون فلش بزنید و گزینه سوم رو انتخاب کنید و در اون قسمت ولوم صداتون رو یه مقداری افزایش بدید. این شاید کمک کنه به افزایش ولوم صداتون. بهتری یا نه؟ ولی خب به هیچ عنوان روی ارزان به حضورتون گزینه آخر ندارید. ولوم یکی مونده به آخر باشه. ببخشید، صدا بهتره؟ صدا بهتر میاد؟ بله الان خوب صدای جوابی بله. بله خیلی ممنونم، ببخشید. عرض کنم خدمتتون که شما چند بار راجع به MBTI فرمودید، میشه یه لطفی بفرمایید که هر کدوم از این در حقیقت شخصیت ها برای کدوم یکی از این تریدینگ ها به صورت دراز مدت یا به صورت حالا ترید کردن مناسب؟ بسیار عالی، متوجه سوالتون شدم. عرض شود که همین نکته است دیگه، چیزی میخواین اضافه کنید بهش یا نه؟ خواهش میکنم. ببینید، اولا که یه دوباره تاکید کنم که شما با یه دونه تست اون سیمکشی داخلتون مشخص نمیشه، پس خیلی نگرانی نباشید تو تست اول خیلی خوب هست یا خیلی بد بشه یا خیلی خوب بشه خیلی بشه قره بشی. دو اینکه وقتی شما این تست رو انجام میدین خودش تو اون کتگوریه میاره اضافه میکنه، میگه که شما تیپ کاریتون تیپ شخصیتیتون به این موارد ختم میشه و میتونیم از اونها استفاده کنیم. اما الان این چون مخفف یه 4-5 تا حرفه، من الان حضور ذهنم ندارم که بخوام همون رو بهتون اعلام بکنم، اما میدونم که این عرض شود که برای خدمتتون بگم تستو که میزنید این ریپورت رو بهتون میده و شما وقتی توضیحات رو میخونید کاملا براتون مشخصه که مپ با بازارهای مالی، معاملگری، تحلیلگری یا خیر. من اینو نگاه میکنم الانم بنویسم که فراموش نکنم، این رو حتما خدمتون اطلاع خواهم داد و عرض شد که میگم که مجموعه تیپ های، چون یه دونه تیپ هم نیست قاعدتا، شخصیت های مناسب معاملگری بر اساس و تحلیلگری بر اساس مدل MBTI. بسیار عالی، ممنون. من این اطلاعات رو به شما تکمیل شده شد ارائه به همه کلاس ارائه خواهم کرد. آسرو میگه اون میگه اون شخصی که توی 4 تولدش مرکوری داره خیلی مناسب این کار است، یعنی شما بیشتر آدم اهل فکر و آنالیز و هر چیزی باشید. آها، این داستان آسترولوژی خیلی باحاله. آره، توی داستان مرکوری و ساترن که میگه که حالا اون ببخشید یه دفعه یه برش اینجوری وسط کلاس دادیم از تحلیل تکنیکال و فاندومنتال و تست MBTI رسیدیم به بحث آسترولوژی. آقای حاجیان این خیلی بحث باحالیه، منم دوست دارم روش بحث کنیم، تو سرفصلمون هم هست. پیشنهاد میکنم که همون سر جاش وارد شیم. ببینید دوستمون داره اشاره میکنه که این ماه تولد و ستاره آدم ها تأثیر گذاره و وقتی که مثلا اورانوس و ساترن حالا میگن که با هم توی زاویه 90 درجه که قرار میگیرن، مثلا هر چند صد یک صد سال یک بار اتفاق میفته و تو اون بازه ها مثلا این آدم هایی که تو این حوزه ها قرار دارن، توی ببخشید حوزه نه، توی این ماه ها به دنیا اومدن و ستاره هاشون همچین چیز یا رایزینگ در ابتدای هر کدوم از این ماه ها دارن، خیلی قوی تر میتونن مثلا توی حوزه های خاصی کار بکنن. بحثش خیلی بحث مفصلیه،
مخالف تا دلتون بخواد داره. من 3 تا ویدیو در خصوص آسترولوژی تهیه کردم گذاشتم توی کانال یوتیوب. فکر نمی کنم بعد از پای نتورک که گفتم این طرح کلاهبرداری روش چیز نکنید، بیشترین کامنت وحشتناک منفی 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 رو روی بعد از پای نتورک روی آسترولوژی خوردم. خانم غزال میکروفونتون بازه، بفرمایید. خانم غزال تلفن میکروفونتون بازه، بلند صحبت بکنید، میشنویم. سلام، وقتتون بخیر. بله صداتون داریم، خواهش می‌کنم بفرمایید. صدای من واضح میاد؟ صداتون نداریم. دوست پشتیبانمون اگر میشه مشکل خانم غزال اون سوالی که دوستمون پرسیده بودن راجع به تست MBTI و من قبلا سرچ کرده بودم خونده بودم، 5 تا تیپ شخصیتی بود که از همه جالب تر میشد برای کارهای مالی. یکی ESTP بود که بسیار ریسک پذیر بودن و میتونستن قدرت ریسکشون خیلی بالا. بله بفرمایید. یکی ENTJ بود. این ENTJ ها روند بازار رو مثلا خوب پیش بینی میکردن و خیلی رقابت طلب بودن. بله. INTJ بود. INTJ ها بله. خیلی تحلیلگرای خوبی بودن. ENTP بود که آدمایی بودن که مثلا خیلی خلاق بودن. INTP هم در واقع روش های مبتکرانه و برای کارهای خیلی پیچیده میتونستن خوب طراحی کنن. این 5 تا بله. مناسب ترین بودن برای بازار مالی. بله. ممنون از شما. برای فاینانسیال بسیار عالی، خیلی ممنون از اطلاعاتی که دادین. اگر امکان دارید این تیپ شخصیتی رو همینجا توی این قسمت که میتونید تایپ بکنید یادداشت بفرمایید. من البته نوشتم برای خودم، حتما این یه اسلاید رو اضافه میکنم. نکته خیلی خوبی رو اشاره کردم، باید حتما اضافه کنیم. اما خب میخوام بگم اگر تو جزء این 5 تا نبودین خیلی نگران نشینا. روش های سرمایه گذاری در بازار کریپتو در هر بازار مالی 2 مدل، روش مستقیم و روش غیر مستقیم. در روش مستقیم خود شخص بر اساس اون سیمکشی هایی که در داخلش هست وارد بازار میشه و مستقیم شروع میکنه به خرید و فروش کردن. توی صندوق های سرمایه گذاری بزرگ دنیا بروکرها اقدام میکنن به انتخاب آدم هایی با این شخصیت. و روش سرمایه گذاری غیر مستقیم این هستش که شما مثلا بخری هودل کنی، دیلی تریدر نیستی، میتونی از تحلیل بقیه استفاده کنی و از این قابلیت برای سرمایه گذاری میتونی بهره مند بشی. من یه نکته ای رو میخواستم اشاره بکنم در خصوص، آها، یه چیزی به نام، الان اینو میگیم من از 8 میخواستم یه آنتراک بدم ولی خب انقدر خوشحال و انرژی شما به من میدین که همینجور داریم ادامه میدیم و نمیدونم انشاءالله که خستم نشده باشیم. ببینید دوستان، یه چیز باحال من توی پایان نامه‌ای که کار کردم برخورد کردم. یه چیزی توی دنیای مالی داریم به نام اقتصاد آزمایشگاهی. ببخشید این خیلی مستقیم مرتبط با درس امروزمون نیست ولی دلم نمیاد نگم رچی. خیلی یه چیزی به نام اقتصاد آزمایشگاهی وجود داره. توی اون میان کاراکتر آدمه رو، حالا یکیش تسته، بحث تستای هورمونی هست در موقعیت های استرس ها، امارای از مغز، تست استرس، خیلی یک مجموعه بزرگه. میان بر اساس اون یک سری آزمایش رو آدم ها انجام میدن. براتون جالبه بگم که توی امریکا تو حوزه اقتصاد آزمایشگاهی فوق العاده جلو افتادن. اومدن چیکار کردن؟ گفتن ما بریم توی جامعه مالی، آدم هایی که توی این جامعه موفق بودن از توی این انتخاب کنیم، ازشون درخواست کنیم، دعوت کنیم که بیان و اجازه بدن ما بر روی اینها این تیپ یه لیست بلند بالای آزمایشه، امارای مغز و سی تی اسکن، خیلی پیچیده است، انجام بدیم. یه تیم دانشمند فوق العاده قوی هم روی این گذاشتن.
که بیایم ببینیم آیا وجه اشتراک بین اینها وجود دارد یا خیر، وجه اشتراک اینها رو در بیاریم ببینیم که چی است. بعد از مدتی تحقیق به این رسیدن که یک سری مشترکاتی بین همه اینها وجود داره، این مشترکات رو آوردن بردن توی بازار مالی خودشون، کسایی که توی این بازار دارن فعالیت میکنن قرار دادن این شابلونو گذاشتن، الک کردن، دیدن یه تعدادی آدم از توی این در اومد، این آدم ها رو فرستادن در مسیر صحیح آموزشی که یاد بگیره معامله گری ها چیه، تکنیکاش چیه، نمیدونم خوندن صورت های مالی چیه، انواع صورت های مالی چیه، هج کردن چیه و و این اصطلاحاتی که همه به گوشمون خورده، و اونها رو آموزش بدن تو این فرایند، و این نتیجه این کار میشه که یکی از بزرگترین بازارهای مالی دنیا رو داره. طوری که یادم میاد گفتن تمام بازارهای مالی ایران، چه اوراق چه کالا مشترکه و بازار بورس اوراق بهادار، کل ارزشش معادل 7 ثانیه معامله بازار مالی در امریکا هست. و جالب تر از این که بدونید بازار بورس کالای امریکا به مراتب بزرگتر از بازار بورس اوراق بهادارشه، طوری که حتی کشاورزان اون کشور محصولاتشون رو در بازار فیوچر و بازارهای مختلفی که توی اون به قول معروف رینگ معاملاتی طراحی شده میان محصولاتشون رو میفروشن، و مارجینی که این وسط میخواد اصطلاحا بازاریا میگن چوبدار دیگه، حالا ما میگیم واسطه، چوبدار میخواد بخوره، یعنی از جایی که کشاورز محصولشو میده میفروشه به باغدار، میفروشه به کشاورز، میفروشه باغدار، میفروشه به دلال، دلال 1 به 2 به 3 تا N، و بعد میاد بازار تهران تا برسه دست شما، این وسطه یه سود گنده است دیگه، همه اینو کم میکنه.